در کنار برج مونپارناس در موزه پست به نمایشگاهی می رویم که عنوان آن را جادوگران گذاشتند. نگاهی شاید به افسانه تا حقیقت. در اینجا نور به رنگ قرمز که رنگ خون، آتش و شیطان شناخته شده با آگاهی تمام نور پردازی شده است. در قرون وسطا معتقد بودند زنان عوامل شیطان هستند. در سینما نیز جادوگری موضوع جذاب و مشتری ساز بود و حتی زمانی تلویزیون هم به سراغ جادوگری رفت. آیا جادوگری ارثی است؟ آیا از خرافات تا علم رابطه‌ای نزدیک و مستقیم دارد؟ گیاهان و حیوانات و یا طبیعت تا چه حد در اختیار جادوگران هستند؟ عنوان جادوگران کتابی است که مدیر نمایشگاه پاتریک مرشان با همین عنوان چاپ کرده است. مرشان یک تاریخدان است. کتابش ظرافت و تاریخچه جادوگری را به نحو شایسته‌ای بیان می‌کند. از پاتریک مرشان پرسیدیم در زمستان 2012 در موزه پست با جادوگران چه کار دارید؟ ظاهراً پست هیچ ارتباطی ندارد. سال 2004 بود که در آرشیو موزه پست در مایوت مدارکی یافتم که از سوی مدیران وقت خواسته شده بود جنگیر خبر کنند تا مدیران این شعبه را که می گفتند جنی شده اند نجات داده از شر شیطان خلاصشان کنند. می دانید که جنگیرها با شیطان تماس می گیرند و می گویند بندگان مورد تقاضای ما را آزاد کنید. قبل از هر چیز من یک تاریخدان هستم. تاریخچه 2000 ساله این کار را بررسی کردم. در فرانسه به خصوص در قرن 17 ده ها نفر را به اتهام تماس با شیطان به آتش می انداختند. آیا فرشتگان هم به شما کمک کردند و آیا نمایشگاهی را هم درباره فرشتگان پیش بینی کرده اید؟ می‌خواستیم ابتدا نمایشگاهی را با عنوان پریها و جادوگران که هر دو به تخیل نزدیکتر است برپا کنیم، اما بعداً دیدیم تضاد آنچنان است که بایستی پریها را از جادوگران جدا کنیم. کسی چه می‌داند، شاید نمایشگاهی هم از پریها و فرشته‌ها که از دو خانواده مختلف هستند در همین جا برپا کنیم. در موقع خداحافظی به آقای پاتریک مرشان قول دادیم جایی تکرار نخواهیم کرد و پرسیدیم آیا شما به جادوگری و جادوگران اعتقاد دارید؟ محمد رضا شاهید، بخش فارسی صدای امریکا، پاریس.